من رفتم پول نقد دادم، باری 5 تومن گرونتر خریدم که کسی رو دستم بلند نشه. پارسال هم بار رجب درویش رو خریدم، حالا نمیسم یه برگ شنجه تکون بخورم. بگو چه من میگم بچه ها برو تماشا کن. جعفر قبولش ندارم، من علی رو قبول دارم. حالا باز نشست و دید لب و لوچه نازنین داشتری چی عمر میکنه. تو رفقا مثل بنده نوکرتم نوکرتم بگن و دولا دولا فرمایشاتشو انجام بدن. این همه قضایی ها بود علی. خب احمد آقا، این چایی رو تو سفارش دادی من اینا. درسته. اما اگه از مشکریم قهوه‌چی بپرسی، بهت میگه که همیشه من تو این استکان چایی میخورم. تو نمیری، نمیدونستم علی آقا. بارو چی؟ بارو میدونستی مال مرسوس رو خریدی؟ نگفتی؟ اونو میدونستم. خب داشت مرزا نوکرتم، این استکان چایی رو احمد آقا سفارش داده، اما من همیشه تو چایی میخوردم. حالا باز چی کارش بکنم؟ بخورم یا بذارم جلو احمد آقا؟ بار مال احمد آباز. اما احمد آقا بار با داشت مرزا تقسیم میکنه، نصف به نصف. آخه مرتضا میخواد قیمت پارسال بده، یعنی لنگه 5 تومن ارزون تا. تو هم که صاحب باری، لنجه 5 تومن ضرر میکنی، تو دیگه نبری باری رو که به یکی دیگه قولش دادی به دومی بفروشی. بذار مرده که با هم حرف میزنه، حرفشون قانون باشه. ناچه تمام ارسا، بار واد نس میکنی. ایش خواست، من هم قبول. مبارکه. قرمش تمام. مشکرین، مچشرین. توش کردی؟ یا علی. خب ما دیگه باز بریم، سر افراز باشین رو. قربون شما. داشتالی. سلام علیک. کوچیک تا بازم. سلام علیکم. نو بکرت هم داشتالی. ببینم مگه قرار نبود زودتر بیایی که بریم به کارامون برسیم. ما نو کردیم داشتنه. انقل ما تشر نزن. من دایی دارم. بفرمایید داشتالی. ببخشین که یه خورده دیر شد. خدا ببخش حسن آقا. اگه لازم باشم. زنده باشی. ما تا تو رو داریم غم نداریم. با خدا باش. یا هم. خیلی. خب گوشتایی نظری رو حاضر کردی داشتنه یا نه؟ من دایی تماره. کجاست؟ کجایی داری نگاه میکنی؟ مگه من کتولم که بذارم اون پایی؟
اونه هاش بالای یخچاله. ببخشی شاه شمشاه. خدا ببخشی نرگس شیراز. دست خوش با کار داده بیز مجنون. قرونت برم دهی. بینم گوشت قبخونه رم حاضر کردی داشتنه. آره با فرستدم بردم این. فر رایشو بریم. بریم که خدا تو رو فقط واسه کار خیر آفریده. قرونه هیکلت برم. اینم بوشن نظری. قرون دستت با آقا رقا. پولشو بده بریم داشتنه. چقدر بهش بدم خوبه؟ زیاد لفتش نده چند کن بریم دیگه. بار کن. یه شیشه شیر بدین آقا. بله خوب چشم. بریم یا نه؟ بریم با ما معطل تو هم. معطل من یا نه؟ خیلی خوب بفرمین. خدا حافظ. سلام آقا. خدا حافظ. سلام. سلام اقدس خانو. حال والدتون چی بدم؟ الحمدلله. خدا رو. بهتر علی آقا. خیلی ممنون. کمک های شما جونشو نجات داد. هر وقت چششو وا میکنه ها به شما دعا میکنه. ای بابا ما چه کاری کردیم آبجی؟ مشیت الهی بود. ببینم اگه این تاروخای چرب و چیلیتون تموم شده بگو چی میخوای؟ بی زحمت سیر مغزرون آمیز من با غیر. حالا اگه ما دراز بودیم همه گوشت گردن میخواستم. ای خدا چی بگم؟ اما حالا که ما کوتوله شدیم همه گوشت روم میخوان که ما دستمون بهش نرسه. تازگی همه حساب کتابا غلط از آب در میاد. بفرما چقدر شد؟ بفرما دست خانم قابلی نداره. بفرما خودم با خانم بالا حساب میکنم. دست شما درد نکنه. خدا از آفتاب بلندترت کنه. خیر پیش به والده سلام برسون. چشم علی حالیت شد؟ از پریروز که اون دختره رو تو دکونه مشتستن دیدی یه بره حواست مزغون میزنه یه برش هم میگه آی خانم کجا میری؟ مثلا دیروز 80 کیلو گوشت گوسفند و با 100 کیلو گوشت مرغ جمع زده بودی در آورده بودی 27 دست دل و قلبه. خب عاشقی که دیگه قیافه گرفتن نداره دایی جون. دایی جون بره الهی. قدرت عشق و بنازم که به یک تیر نگام جان شیرین به ستانت دو بیگانه به هم بفشانن بی صفحات. ده مگه لیموی شیرازه که باید بفشانن؟ اونو میگن بفشارم. باشه که باشه پس کار به جان فشاندنم رسیده. بیتره من برم و الان میترسم یه جاتو بگیرم زور بدم جون در گیر ننم بیافتم. نه اوز جریم خودت بگو اینم دایی بود تو به ما دادی. عزتت شک مردم هم دایی دارن ما هم دایی داریم. ببینم خیلی دلت بخواد یادت رفته وقتی بچه بودی و انقدر بودی در دفعه جلو آبجیمو گرفتم و نذاشتم با کفکه ملاقه حالتو جا بیاره. اصلا دست من نمک نداره بذارم زیر ساتور رو قلمش کنم خیالم راحت تر میشه. نه حیث این دست کپولمه. برم ببینم چه حساب کتابی واسم بالا آورده. ده ایکی رفتم خونه امیزوز که تفلک مادرش مریضه باشم براش هیچی نداشته. حالا خواستم که پیشه دو برای بچه ها اگه بازه عوشه داشته باشم دور ساتشو به راه کنم جایی دوری نمیده. آره باشم سامان کارم شاکره جفتتون سامان بلی آقا آره جفتتون زنده باشی خدا پایدارتون سلام برسون داتره. نه 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 چه حاضره؟ نه سامان بچی الان حاضر میشه. اوه قربون اون دست پنجولت برم الهی خدا نکنه چهره تن به قرآن. زنده شدم. واه سلامت کو قربون قد و بالات بشم. فدات شم نه الهی سلامم رو قورت دادم درسته قلومه تم سلام دین و دنیای من. خیلی خوب سلام به روم واحد برو کنار تا دستامو بشم. بذار من دستمال تو بشم. نه خودم میشورم مگه باشم برو کنار به ترشو میشم. آخ ننه ننه خوش اون روزا که تو دست صورت منو میشستی و لیف میزدی. چه دورانی بود بی خیال از هفت دولت و ملت آزاد آزاد.
نه غمی، نه فکری، نه خیالی. آره والا، نه عشقی، نه حواس پرتی، نه حساب کتاب غلط گلوتی. دنبر نیا. چی رو دنبر نیا؟ مگه میشه مرد حسابی؟ این دفعه دیگه حساب یه هفته کشتارگاه رو جمع زدی در آوردی یه جاب چه چه ابرو. والا تو نمیری آبچی؟ ایناش نگاش کن سیاه. میدونی ننه، ما از پس همه اینا کسای روزگار بر اومدیم، خط اسممون رو خشت هر محله جا گذاشتیم، اما حریف این یه وجب داشت تو نشدیم که نشدیم. خیلی خب بس دیگه، پاشو بیا تو، میخوام باید اختلاف کنم. ایف که منم میخوام برم سر نماز، ولی حالیت میکنم که یه وجبیه. بازم به من گفت داشت ننه، من داییتم. علی خبر داری حاجی خانم دیشب نه؟ آره ننه، خدا بیامرزدش، من که نمیشناختم و نایده بودمش، اما شنفته بودم زن با خدایی بوده. خب جاش تو بهشته، بوس کریم یه اتاق نقلی تو بهش واسش جور کرده. ای مادر، کاش که یکی دو سال دیگه زنده میبود. ای بابا، نمیدونم چرا ما بنده های خدا انقدر سر رفتن و نرفتن با چونه میزنیم. این راهی که باز رفت، چه بخوای چه نخوای، چه فکرشو بکنی چه نکنی، چه چشاتو وا کنی چه ببندی، چه گریه کنی چه بخندی، راه رفتنی رو باست رفت دیگه. بله، راه رفتنی رو باست رفت، اما حاجی خانم بیچاره یه نوهی دم بخت داره. قبل از مرگش همش دستم و فشار میداد و میگفت فاطمه خانم جون تو و جون پروانه، یه جوان راست و ریس واسش پیدا کن و شوهرش بده، نظر دست من از قبل دراز باشه. خدا رحمتش کنه ننه. خوب گفتی نوش بوده. آره مادر، خیلی هم قشنگه. خدا همه از سیرون خاک رو رحمت کنه، علل خصوص نزدیکون. آمین. دختره بدبخت پدر و مادرش و بچه که بوده از دست داده، پیرزن بیچاره همین یه نبر داشت که مثل گل ازش مواظبت میکرد. خب حالا کجاست؟ همینجا. اینجاست؟ آره. پس میخواستی کجا باشه؟ تو مسجد؟ تو مسجد نه. آخه مادر، تو این خونه دوتا مرد عذاب داری، اون وقت دختر دم وقت مردم آوردی تو این خونه که چیه زارجون؟ خوبه دوتا مرد عذاب، اون که برادر خودمه و خواجه حرمسراست، این وصفه هم بهش نمیچسته، به کسی هم کاری نداره. تو هم که الحمدلله مردم بالای سرت قصد میخورن، اما دیگه نداره. میخواستی چی کار کنم؟ بزنم زیر قولی که به پیرزن بدبخت دادم؟ خب هرچی باشه من مادر تو هم، مردم ازم انتظار دارن. میخوایی چی کار کنم؟ چشامو ببندم و گوشامو بگیرم و از کنارشون رد بشم؟ تو چرا گرگه میکنی؟ ما چه غلطی نکردیم نو کردتم. حالا بیا اون درستش کن. دیگه چی میخواستی بگی؟ مادر من بخصه علومتم، چاکر تو و تمام مهموناتم، نوکر تو و تمام فک و فامیلتم. بس کن دیگه با ما که غلطی نکردیم، گریه نکن. خب ببینم حالا ما باز چی به این بگیم؟ آبجی. آبجی؟ خب به این آبجی بگو خوش اومده، خونه خودشه، ما که بلد نیستیم همه چیزایی که به هم دیگه میگن دیگه. بذار صداش کنم، خود دینا رو بهش بگی خیلی بهتره. خیلی خوب، هر جور صلاح تو باشه. خدایا شکرت، ما هر کاری میکنیم واسه خاطر ننمونه که دلش نشکنه. ما که چش و گوش بسته قلوم حلقه به گوش رو تیموز کریم، خودت هوای ما رو داشته باش. بریم تو مادر. بیا تو مادر. سلام. سلام کرد علی آقا. سلام علیکم. های دل آقا. بیا بشین. چایی تازه دم و سکره زمادر. اینجا خونه خواهتونه، ما هم مثل کس و کاراتونی، خواهشمندم رو دربستی نکنی. این به بعدن نوشت و نوشتون این خونه رو مال خواهت بدون.
همشی جروس متعلق به خودتون. متشکرم. ببینم کی بود راجع به شاخ شمشادی مثل من داستان سرایی میکرده ایشان؟ یالا یالا بفرمی زامل جمشیره. ایشون نوه حاجی خانم مرحوم چند روزی مهمون ننه ما قدمشون رو تخ و چشای ماست. ایشون هم داشت ننه ما داییتم بابا. خیلی خوب آبجین تگریه. خب ننه جون من خب دیگه مراقب کارا باش. باشه. من که نمیدونم چی بگم. نظری به این آبجی ما بعد بگذره داشت ننه با. یعنی راحت بشه. پول مول لازم نداری نه. ای اگه بدی که بعدم نمیدونم. بیا این سردینه داشته با. یا نه. خدا حافظ. بگیر بسلامه. بگیر آقا داشت. تو هم بگو داشت ننه ما رو راحت کن. یالا چطوره؟ لطف کرامت بد نیستم علی آقا. ایشالا خودم همین روزا یک گریزون حسابی واسن راه میندازم. در افراز باشی. چه مرد نازنینیه. سلام علیکم داش علی. سلام علیکم محسن. بیا سریع. نوکر جد آبادی. ایشالا آب بریزی روغن جمع کنی. خدا عوضت بده. خدا عوضت بده. چرا؟ سلام دین و ایمون برم بسرم الهی فدات شم خاک پاتا مرسد چه عجب شد که یاد ما کرد هر جو باشم زیر سرعتم کبلی بریم آره. بسرم بریم اون پشت از باد در امان باشیم آره تا دیدمش گره بنده دلم وا شده دلم گر پی افتاد پایین تا اون وقت دلم اینجوری نشده بود دو سه روز سخت تو فکرش بودم تا اینکه دیدم ننم دست گل آب داده و هشتش دوره تو خونه بعدم به من میگه بهش بگو آبجی آخه کبره چرا؟ کدوم داشتی وقتی آبجیشو میبینه دلش تو سینش بالانس میزنه و جفتا چارکش بازی میکنه لا اله الا الله خلاصه چه درد سرت بدم پاک دست بالمون با هم گره خورده بود این درد اینو کوفتن خودشی شده بود بیخ گلو ما رو گرفته بود از شما چه پنهون راه هواکش رو بند آورده بود اما حالا که اومدم زیارتت به خدا وقتم یک راحت شدم جون شما پسرم ناراحت نباش یادم میاد پدر بزرگت ما یه دختر شمرونی اومده بود پیش من اونم حال تو رو داشت بالاخره کارا جور شد و خودم برای هم عقدشون کردم پدر مادرت هم من واسه هم عقدشون کردم خدا ارحم الراحمینه توی همین شهر توی همین خونه ای که تو توش زندگی میکنی کی میدونه شاید این کارم واسه تو هم بکنم تازه اگه تو با اون عروسی کنی ثوابم داره یه مردی مثل تو کم گیره یه دختر میاد اما فقط یه کاری میبنه پسرم زنی که مردشو نخواد زندگی رو براش جهنم میکنه باید از اون دختر تو نمیتونی بفهمی که دیدن تو مثل هوا، مثل آب، مثل نفس کشیدن برام لازمه. ببین پروانه، من نه قصد فریب دادن تو رو دارم، نمیخوام خدایی نکرده. منظورم میفهمی؟ آره میفهم.
خیلی ازت متشکرم. ببین بیا وضعمون رو زودتر روشن کنیم. یعنی حرفی ندارم، همین امروز با پدر مادرم صحبت میکنم و حتما موافقت میکنم. اینو مطمئنم، بهت قول میدم همه چی درست میشه. اما منم یه فامیلی تازه دارم که خیلی دوستشون دارم، اونام باید تو رو ببینن و قبولت کنن. باشه. خب امشب توی تریا میبینم تو، نتیجه صحبت هم با پدر مادرم بهت میگم. باشه؟ باشه. اما من باید زود برم خونه. خیلی خوب. یعنی ساعت 8 باید خونه باشم. قهوت سر چون بخور. مرسی میخورم. چه رسمی حرف میزنی؟ بخور دیگه خانم، تو ناراحتی نه؟ فکر نمی کنم پدر مادرم مخالفت بکنم. من فکر نمی کنم مخالفت نکنم. بدبینم باش، تو اونا رو نمیشنسی. پدرم که اصلا تو این اواله نیست، چشمش به دهن مادرم. حالا میبینیش مثل بوت میشینه و نگاه میکنه. فقط بلده سیبیلاشو تاب بده. خیلی خود بخور. ولی تو هم زیاد خوشبین نباش. وقتی پدر مادرت بفهمن من هیچ کسی تو این دنیا ندارم، وقتی متوجه بشن که من پیش یه خانواده غریبه زندگی میکنم، وقتی ببینن من دختری هستم که آه در وسط ندارم. بس دیگه، بختی به من اعتماد نداری؟ ای کاش نداشتم، ای کاش عاشقت نبودم. پشیمونی؟ دست فردار نمیری؟ چرا؟ بری. فرد شد میره دیگه، باید بریم خونه ما. اگه بدونم حرفای من خوشت نمیاد حرف نمیزنم، اما یه چیزایی هست که واسه یاد آورید کنم. تو دختر خیلی خوبی هستی، من دلم نمیخواد مردم واسه حرف در بیارم. تو اینجا مثل خود مایی، میدونی ما راست بمونی دخترمو شب دیر بیاد خونه. دختر مثل چراغ خونه است، آفتاب که میره باید خونه رو شطر خودت میگم. من میخوام مردم نتونن پشت سر ما حرف بزنن و بگن علی نتونست امونت داری کنه. ما یه عمر تو این محل با آبروداری زندگی کردیم، تو نمیری یکی تو حالا نگفته خونواده علی پاش کج گشته. اما وقتی ببینن آبجی علی دیر میاد خونه چی میگن؟ در دروازه میشه باز، اما دهن مردمو نمیشه. تو دیره دیگه قربونت، هم تو به من بگو دیر چیه نوکرت. هم
خلاصه یه کاری نکن جزک دست مردم بدی. مردم تو نمیدونی، من میفهمم مردم چیا میگن. تند بری میگن اغور بخیر، یواش بری میگن خدا بد نده. به آسمون نگاه کنی میگن یه روز سر به هواست، پایین نگاه کنی میگن چیزی گم کرده. آخه این مردم راست راستی عقلشون به چششونه. میدونی دختر جون، من چه فرمی بکنم اصلا؟ لا 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 لا، خودت دیگه باید به فکر باشی، به من دیگه مربوط نیست. من اون چه شرط بلاغست با تو میگویم، تو خواهر سخنم پند دیگه خواه نگی. فوات هم از طرف خیال کن خونه خودته. بشین تا من پدر مادرمو خبر کنم. این پروانه است. سلام آقا. بفرمایید. بشینید. مادر، این پروانه است. سلام. مادرم. سلام. خاله جونم. سوز و کور نباشی، بگیم بخندیم. تا من دارم یه چیزی بیارم شما بیشتر با هم دیگه آشنا میشیم. نمردیم و عروست هم دیدیم. با پناه بر خدا، عجب دور و زمونه ای شده. چه حرفا، حالا دیگه زنا میان خواستگاری پسرا. مادر مادر مادر، بس دیگه مادر مادر نکن. من از چی شانس داشتم که از پسرا عروس داشته باشم؟ دختره معلوم نیست باباش کیه، ننش کیه، شب کجا میخوابه، اومده میگه میخوام عروس شما بشم. یک کاره. خب دیگه خواهر، همینان که دنبال پسرای مردم را میافتن دیگه. آره. از خیال کرده کیه با خودش میاره؟ دختر امیر تومان و همین گدا گشنهان دیگه. اصلا کی به تو اجازه داد؟ با چه جرأتی اومدی تو این محل؟ آبرو و حیثیت داری، مثل تو از زیر بچه عمل نیومدی. مزدشو ریخته شما دخترهای ولگردو ببره که باعث سیاه‌بختی جوونای مردم بشه. پدر شما دیگه خجالتم بی حیا، اصلا خجالت برات وقتی که برگشتی سرو کاغذ شد. حالا دیگه واس خاطر دختر مردم سر من داد میزنه. خجالت داره. راست این دختره بلگرد خیابونی رو گرفته آورده رو قالیای نازنین من، رو مبلای والا واسم داره. ای با خدا مرکم بده تماشا کن چه سوزمونی های پیدا میشن. نه چردیم نه چونه عروس من تو خونه. اگه خانم اجازه میدن ما از خونه بره بیرون ایشون داشیم بیارن. بس پناه خدا تومان. بیمارستان.
کی داره قفس قناری رو واگوشته؟ مگه چی شده؟ قناری فرار کرده. وای بمیرم الهی. تو خدا نکنه دشمنت بمیره فردای سره. آخه حیوونه بی خیالش باش. میگن چیزی که شود پاره وصل ور نمیداره. این حیوون چند رو بود که پر پر میزد همون بهتر شد که رفت. پروانه نیومده؟ نه مادر جون، نمیدونم چرا دیر کرده. نره جون، تو که این شهر شلوغ خوب میشناسی، میدونی که هر خیابونش باید با صد تا بسم الله و قل هو الله گذشت. چرا گوشی تنه بره؟ اون 3 ساله داره این راهو میره، خیاطی یاد میگیره، همش هم از همین راه رفته. لابو درسش طول کشیده، الان دیگه پیداش میشه. اومدم. اومدم بابا. بله بفرمایی. نوکره تماره؟ چی؟ چی شده؟ خب کی پای تلفنه؟ آقا میرسنم. آها خیلی خب گوش کن آقا دایی، همونجا تکون نخور تا من این غرقی بیام اونجا، فهمیدی؟ من نمیدونم، مثل اینکه دستی دست خودشو پرت کرد جلو ماشین. حالا کجا؟ دارم آیناش میکنم. اینا آوردنش. ای داد بیداد طفلک معصوم. من رفته بودم خونه و سلاخ صابون رو واریز کنم، داشتم بر میگشتم که دیدم این اتفاق افتاد. ببینم نفهمیدی که این وقت شب از کجا داشت میامد خونه؟ نه دایی جون، یه رو دایی جلو ماشین. تو زودتر برو خونه، اخماتو وا کنم برو. باشه، پس تو مواظبش باش دایی. خیلی خوب. نه الان سکته نکرده باشه، خوبه. بهش بگو چیز مهمی نی، هرچوری واردی سرش گرم کن. باشه دایی، از پروانه مواظبت بکن، یارد از اونجا راحت باشه. خب، خدا نگهدار. دست علی نشکسته، خدا رو شای خون روزی مون روزی هم نکرده. خب الحمدلله خدایا الهی شکر. چیه؟
چشه؟ مگه نگفتی دکتر گفته عیبی نکرده؟ میبینی که سعی سالمه. پس چرا حرف نمیزنی؟ چه میدونم با تام 08 پیدا کردی هی آدرس میپرسی؟ آخه تو دیشب مریض خونه بودی، لابد یه چیزایی شنفتی؟ والا اینطور که من دکترا شنفتم میگن شک بهش وارد شد. شک؟ شک به هم به چیزایی نشنفته؟ سلام علیکم. سلام علیکم دکترم. سلام آقای دکتر. آقایون بفرمایید بیرون، باید مریض معاینه کنم. بفرمایید. نامحرمش بیرون. چی بهتون گفتم؟ من به خره گفتم زدی، شما هم بگین زدی، تو نمیدی اومد چرا ما چه که اول ول کردیم یک چک گوشش، حالا من علق نخوره که من علق بخور. خلاصه این کلمه به چک کنم چک کنم افتاد دارم. داشتی؟ کدوم داشتش؟ هر کدومشون تو نمیره میومدن چرا میدونستن که ما گیتارم داشتگرینشون چه؟ اونش هم میزنیم جونه تو. آره چایی بیا با چایی. چشم علی آقا نمیدونم امروز چشم چه میدونم؟ گمونم اوقاتش در گمونم عاشق شد. خیلی خب بچه باری به کارید برید بچه. خیلی خب بیا بسا این قلیونو بابا. داشتنه اون طفلی الان چند روزه هیچ حرف نزده، شاید غیر از تصادف این ناراحتی دیگه ای واسش پیش اومده. خب طفلکی شایدم از اینکه اینجا زندگی میکنه انقدر ناراحته، کسی چی میدونه؟ اما مادر اون که اینجا چیزی کم و کس نره، مثل خونه خوشه، کسی که بهش نمیگه سیاه ورد و سیفید و بذار والا. میدونم مادر، اما خونه زندگی خود آدم چیز دیگه است. آدم هر جا که باشه و هر چی هم بهش خوش بگذره باز یاده که سوکار و خونه زندگی خودش میفته و دلش میگیره. چطوره ببرنش پابوس حضرت رضا؟ شاید خطش چرخید و شیر نشد. از کجا میدونی؟ شاید این گریه کردن ناراحتش هم امام رضا شفا داد. آخ قربون دهنت برم مادر، خوب گفتی، حضرت قربونش برم هر حکیمی حکیم تره. آره قربون بزرگوارش برم، همین فردا بلیط قطار رو میگیرم و راهیتو میکنم. باشه، اما اگه قطار خوشت نمیاد با طیاره بفرستم. نه برمیگردم. امیدوارم زامن آهو خودش پیش خدا باعث بانی به شما نسخه سلامتی دختره بشه. دستگیه تا هینه قرقی
گرفتم. ای ناقلای دریوری، خب چیکار داشتی؟ یه معامله متضرر داره چرب و نرم و صد جور کردم. میخوام امشب قدمت بذاری رو گوشی تخم چشم نابینای حاجی تو بیای کافه رندو. میدونی که محل کافه مافه نیستم. میدونم علی آقا جون، اما طرف با تو قشیر جزاخه. خیلی خب میام، بگر تو بگر. نگرد هم بساط طبیعت نسلم امشبمون جور شد. بابا البته امیدوار ناامیدم که هر هفت نفرمون از زیارت هم ملحوظ و مستشکر باشه. ببینم منظورت محظوظ و متشکره. خدا خفت کنه که آخرش حرف زدنه یاد نگرفت. من چی از گرفتم؟ میخواست یه خواهر همشین زادتم. بینم یاد الله گفتی هر هفت نفرمون. هره ناکرتم اخی سر هستم اونجا نزول اجلاس زیاد فرمودم. چرا انقدر بول میزنی داشتنه؟ چیزی نیست، فقط تو نمیره اینو مثل این که افتاده باشم تو چاه، هیچ جاره نمیبینم بکش کنم. یه زیر پایی بیار بس بچه. اینقدر مورد خیلی نکن بیاری. من معذورم، واسمان نزید. چطور؟ اصلا نمیخورین؟ نه، از وقتی مشرف شده لب به مشروب نزدیم. بابا، بنازم. ببازم. خوشا به ساده. سلامتی خودم. ببازم. خوش برو به باقر آقا بگو آدم نه شب به کسی قول میده، نه زیر چیزی رو انسان میکنه. حواستو جمع کن رفاقا، نه وحگیرت نکنم. منشی مینم. خیلی خوب. آقا آق جعباز سلام رسوندن و گفتن آدم شب نه به کسی قول میده نه زیر چیزی رو امضا میکنه. حواست جمع باشه رفاقانم اجگیرت نکنه. منظور چی قصر؟ چف کوچک بسته دایی بارد آنه نامر میشی بچه مار برم کمکه؟ پیغومت رسید قاسم هم جلو زانو زده و از درد داره روداش و سبه دوش بازی نکنه. من خودت جور بازه نداری که پاش سینه تو سفر کنی و بیا جلو حرفت بزنی. من زبونه تو پرد شدن که قاصد میفرستی. اینجا سکوت کردن اسم آدم رو لکه‌دار میکنه. من تو دل تو سینت نی، من جیگر تو امراد نیه بردی. آدم حرفی رو که میزنه روش وامیسه، میگه این و لله یه حرف من زدم. اما تو معلومه دهنت بالا خودت نی، بقیقه یه پرد خوابه میشه از توش که بیکار نمونه. برو حاک دور برای جمع باشه تا یه روزی حسابمونو با هم صاف و صوف کنی. برو جونم من منتظر یه همچین روزی هستم، ولی تو دعا که اون روز نیا. تو مشغول باش همشیره. خودت کسی بکنم. آقا آقا ما فرمیم کارخونه که روز باشه و بهترم ببینیمش. ایشاله سکه ما اونجا میکروییم. الا ایشاله. داشتانی حسا کن بریم که بردم. هر خور میریم. باید. اینجا قسمت برشه. هرمون. امیدوارم تک تکتون دو به دو از این معامله به بدترین نه بحثن صحیحت مضرر و سودمند بشین. اینجا قسمت فرسته. چند کلو برز میبونه؟ اینجا هم قسمت آبکاری. اونجا هم ورودیشه که در میشه تو آبکاری و سر بیوم نکنه. ایه؟ ادامه بده آقا. و اینجا هم قسمت لکه‌گیری و این چیز هست. بخم. اینجا هم تراس حالشه که بالکون میخوره رو پشتمون. یه مش چایی میرزی انشالله با هم بده خوره کفتر چایی برداشت میکنه. یا الله برمان بفرمید. بفرمید خواهش میکنم. قربون شما. بفرمید. متشکرم. قربون شما. یا الله بفرمید. یا الله بشین. بفرمید. آقا جات خوبه، این کارخونت هم نوم میکنه، چرا میخوای بفروشیش؟ از بس این پسر خرج رو دستم میذاره
تا قبل از اینکه اون بیاد یه شای این کارخونه خرج نداشت. اما از وقتی که اون اومده گفتم پسر جون دست تموم شده اینجا رو بچرخون. چپ میرم باید خرج پرس بدم. راست میرم باید یدکی بخرم. دیگه جونم به لبم رسیده. والا این کارخونه خوبه. هنوزم خیلی از عمرش مونده. اما مال قبل از جنگ اوله. اگه بهش نرسی یه مرتبه میخوابه و از کار میفته. اما اگه بهش رسیدگی بشه تا چند سال دیگه کار میکنه. والا ما حیف هم میاد بفروشیش. نه فروشه. علی آقا اوخش جون هم گریم. والا من چی بکنم؟ من باز هم صلاح نمیدونم که بفروشیش. نه فروشش حیف. آقا باقر جون خب من حرفی ندارم. حالا که شما میخوای میخرمش، اما به یه شرط واقعی خواه. چه شرطی؟ شرطش اینه که فریدون خان آزاده شما بالا سر کارخونه واسه و سرپرستی بکنه. واسه که ما این رقم کارا سرشه نداریم. آخ پسرم به نظر آدم راسوری سیمیاد ماشالله. بفرما شنیدی علی آقا چی فرمودن؟ حالا دیگه مرگ میخوای برو خودتو دار بزن. خیلی خوب باشه، پیش شما میمونم. بهتون قول میدم که استفاده ببرین، اما این کار فقط به خاطر جوانمردی شخص شما میکنم. ایوال جوان. خب معاملات ما تو دفترخونه آسل لطفالای قنداری سر کوچه جردار همون نبش کوچه انجام میشه. بری سند منت شو بینیویسن اصرا ما میان پول راحت میکنیم معامله را خشمش میکنیم. یا خب بلنشی زحمت کم کنیم. خب الحمدلله که به هم خورد. مبارک به هم خورد. تموم شد معامله. خب انشالله که مبارک باشه. قربون شما آقا صده مرمت زیاد. قربان شما. ما رفتیم. من اختیار دارم چون هم خورم. دلالی ما رو رد کن بیاد. با فضا ما نشه تو دشت بکنیم اون وقت تو بگو رد ددو. صحبت اولادشو نکن که هیچ خوشم نمیاد. زود باش رد کن دلالی رو و الا معامله رو به هم میزنم. آه 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 معرفت تو تشکر آلاتی معبول بشم. تو با سوو چیکار کردی مگه؟ بابا تو فقط به ما خبر دادی علی آقا رو میشه تو استانسیه ایستگاه راهن دید به زیارتش نائل شد. همین علیک سلام. چه سلامی؟ دم شما ببینی برخواد جونم، خودت نمیدی. پس بزن بیر. ما یه روز رنگ قشنگ لبخند رو لبای پروانه دیدیم و گل از گلمون شکفت. بعد خودش به من گفت حالم خوب خوب شده مادر جون، دیگه بیا بریم ترم. خب الحمدلله امروز شفاش داد. تو نمیدی من خیلی گناهکارم بودم. هاش پیش خودم میگفتم نکنه تو چه الحمدلله خوب شد. ببینم آبچی نامه منو که داده بودم بهت انداختی تو زرین. ایوا مثل اینکه نامه شو دادم به تو. نه بله شما دادینش به من، منم انداختمش تو زری. همون روزی که برای کفتر رو دون خریدیم. آها حالا یادم اومد، راست میگه. کسی که نخونده؟ نه چطور مکه؟ هیچی، خصوصی بود، صحبت مردونه بود. نمیخوای بگی چی توش نوشته بودی آخ داداش؟ والا میم چیز مهمی نبود، راجب قد و قوارم بود. از مامورده یه خود قد برای خودم خواسته بوده. قد خواسته بوده؟ نه بیلی داشت ننه. ای تو داشت ننه ما نشتیم. معلوم نبود صورت حساب خنده ها با کدوم علاقی بود. ننه داشت این چند مدت خیلی هوای ما رو داشت. نداشت تنه.
بار کنم بهت ما برونیم. داشت ننه، تو مادر اینا رو ببر خونه، من یه کار لازمی دارم میرم انجام میدم و برمیگردم. باشه. زود بیای مادر، خیلی وقت ندیدمت، میخوام خوب ببینمت. باشه، خداحافظ. خداحافظ مادر جون. خداحافظ. منم دایی تم یادت نره. سکری نظر ما رو براوردی و دل مرده ای رو دوباره زنده کردی، خونه تاریک ما رو دوباره روشن کردی، ما که تا قیوم قیومت در وست خلونتی. تو کجایی؟ کجایی خدایا؟ الحمدلله همه جی که هستی. میشنوی چی میگم؟ اوسکری مخه ناسلامتی ما بندتیم، چپ و راست خودمونم به قدرت پروردگاریت میشنسی، واسه برکت و کرمت ما هم باز بنده شوق گذارت باشیم. یعنی خلاصش رو راست بگم، ما هم دلمون میخواد که امتحانه که از ما بکنی. نه جون علی راست میگم، میخوام به ثابت کنم که چقدر نوکرتم. خلاصه تا اومد جلو یک هفت گرگه کارشو کردم، بعدم یکی دیگه، اون وقت لنگش کردم و گفتم مگه تو دل تو سینت نیست جبار؟ مگه جیگرت با خودت نیاوردی؟ آدم حرفی رو که میزنه باید روش بالانس بزنه. میگه الو للو، من گفتم اما تو معلومه حرفای صد تا یغاز میزنی، دهنت مال خودت نیست. کجایی؟ اینجاییم دایی جون، قربونه یکرت برم بیا تو. یا الله این دیگه چیه؟ هدیه خداونده. وای خدا، ترنا برداشتی؟ نه با فرشته ها انداختن تو بدنم. ببینش به من. من رفت بودم سر بخونه شم روشن کنم، از خدا خواستم یه امتحانه کمم ها بکنه. سرمه که برگردوندیم این بچه رو گوشتن سر دایی ما. بچه داری بیشتر فرشته دارم، بدش به من. نه تو رو خدا. یه تو رو خدا چی بده به من؟ ولی آخه این بچه شیر میخواد، سرپستونک میخواد، مشما میخواد، چی کارش کنی؟ الان من میرم همه چی براش میخرم. نه صبر کن، تو بهتره اینجا باشی داشتنه، من خودم میرم از دوخونه سر خیامون میخرم. روش علی جون، پس سر راه به کلانتری یه خبری بده. باشی. بچه که از سر راه برمیدارم باید به کلانتری خبر بده. تو چه کاری نره؟ رئیس کلانتری محل با ما آشناست، بعدا میریم بهش سلام میدیم. خب آبی تو برو یه خود آب گرم کن. نازی چقدر تو پل پپله. بدش به من، تو هم برو فکر گنداغ بچه باش. خیلی خوب، مواظبش باشی. گوگری پروانه بیا بابا، این تو جاش بارون اومده. سلام. سلام علیکم. سلام دکتر. سلام علی آقا. خب والدم که تشریف آوردن، چشم شما روشن. قربون شما عزتتون زیاد دکتر جون، قربونت برم، یه شیشه شیر واسه بچه، یه سرپستونک و یه قوطی شیر خوش برقی واسه ما جور کن، زود باش که داره دیر میشه. چه نوشو بدم؟ یه نوع مقبلی شو. الان میارم. شوخی میکنم علی آقا، شما که خیلی وقت را افتادین، چطور هنوز از شیر نگرفتنتون؟ نه بابا چی میگی؟ واسه بچه هم میخوام. اما زود باش دکتر جون، چون الان بچه از گشنگی پنج انگشتشو تلیت میکنه میخوره. نجو آخه شما که بچه نداشتین. بله نداشتم. خب دیگه کار او سکریمه، چی کارش میشه کرد؟ چرا واسه بدم؟ 20 تومن. 20 تومن. یه از شما در نکنه، ببخشی از حوض زحمت شدم. خدا حافظ. خواهش میکنم، مرحمت بیا. از تو پشت بود خونه ما میشه تو خونشون را دیرست میگی؟ ما ویلا، علی آقا عروسی نکرده بچه دار شدی. ببینم، یعنی میگی دختره را عقدش نکردی؟ اگه عقدش میکرد که دیگه پنهون نمیکرد. اینم از علی آقا. عجب دور زمونه شدی. پس اون مشهد فرستادن دختر بی حکمت نبود، کار خودش.
خودشون در آوردن. علی مرده، علی محال از اینجور کارا بکنه. اینجور کارا مال بعضی از آدم هاست که بابا و ننشون رو نمیشناسن. این حرفای چرت و پرت رو باور نکنی هایون. چه نفهمیدم؟ حالا دیگه همه مردم چرت و پرت تحت اینا، تو یکی دور و جواهر تحت اینا مردنی؟ با این حرفا چی رو میخوای ثابت کنی آقا جبار؟ میخوام ثابت کنم اونجورام که تو میگه نیست. داشله دست گل به آب داده. دسته کنش هم مردم تو بغل اون دختره بدبخت چشم و گوش بسته دیدم. دروغه. ناکست. فقط دو کلمه بگو علی زناکاره. بگو علی نمک رو میخورم و نمکتون رو میشکونه. خیال نکن همه مردم دروغ میکنه. تو یکی راست میکی. بگو والا دو کنه تو بغل میرسم علی زناکاره. ده بگو. بگو علی زناکاره. نه. چی کارش داره پیره مردم؟ پشت به اینچه بینم پیره من یا نتا تکو به اینچه بینم باز ما تکو بخور ولش کن آقا جبار خدا رو خوش نمیاد پیره مرد تو باره کنار بزن آقای تازه بیا خور رو برنش ببینم یا نتا تکو بخور پشت به اینچه وایسا بادو اینجا حالا شدی آدم حسابی یه پاتو بیار بالا نیکم یه پاتو بیار بالا بالا معرفت تو شکن خب حالا دستاتم ببر بالا حالا با صدای بلند بگو علی زناکاره ولی اینقدر همی ریختی اینجا وای میسونمت تا عین هم متسگ سر جانیز خوش بشی نه نه علی زناکار نیست علی مرده خواهشو بگو علی زناکاره بگو علی نامرده اون مرده بگو علی نمک به حلومه اون نمک به حلوم نیست بگو بگم بگو علی زناکاره بایده نمیذارم غروب و آفتاب و زیارت کنه پیرمان نه میزمه باقر میزمه باقر چه نشستی رو چارپاره که قهوه خونه صحرای دشت محشد شد چه شد؟ چهار مشکری ما گرفته زیر کتک که بگه علی آقا زناکاره وایس اومدم اون سر بخوام رید برم بودو قربون اون قدرت بشم خواهد یه تکونه بده برم وایره خواهد کنم بشید حرف بزن پیر من اینقدر سماشت نکن بگو تارمونه تو کور نکردم هیچ کاری نمیتونی بکنی دانا
پیر مرد مردنی بگو خود راحت کن بگو علی زناکارش کن طرف روش هم میشه بیا تو قهوخونه مهن واس چی نواس بیا واس چی حکایت یارو کپکس که سرشی کرده بود لای برفا داشتنی تو لاک خودشه خیال میکنه هیچ که اونو نمیبینه نه نوکرتم تو امانت مردمو بهش خیانت کردی تو یه دختر بیپناه مهنم کنی وایس تو ببینم بشه حیف اون دردا، حیف اون امیدا، حیف اون زندگی که همش نقش سراب بود، پوچ خالی بود، اصلا هیچی نبود، هیچی بریم دایی جون، بی خود خونه تو کتیر نبود هم اون دست به دلم نزار حیف خون چون ما بندارش هستی دایی جون، من خیلی نکن بیبریم دیدم دل مرا سوی من
خواهش میکنم از پیران من بریم جنا. کجام جی امشب مهمون ما باش دیگه. نمیداریم برد 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 شنا برد کن برد کن برد کن برد کن برد کن برد کن برد کن. چرا مزاحم زن مردم میشین؟ ما شما خواهر مادر نرین. آقا رو خیال کرده همه زن واسه با اون باشن. رد چه واسه بعد بیا. تو حرم سرا وا کردی آقا. جا بر نه یکی دلم رو در چپه. کاشته می کاشته. آره. بودا هم که شما. مرگم بده. ایشالا این کاری نشده. ببینم از دوشی شده. که من این کاری کرد. چیز مهمه. مرگم بده. نه راه نشید. کاری نشید. ساکش. چیزی نبا. بیا تو دایی جون. یه قرون نگرم الهی. دایی بمیره برای. دایی مرگم بده. تفیل چه بلایی سر شما. زود باش برو دکتر خبر کن. میترسم خدای نکرده کار دستش. نه دکتر نمیخواد. چی چی رو دکتر نمیخواد؟ سر تا سر بازو جر خورده. یه دوا گلی چیزی بیارم بزنی روش خوب میشه. آره بابا زود باشین. اون دوا گلی رو بعد بیار کار مینم. همین الان خودم میگم ببندیش. باید زخمشو ببندی. بده من. بگی بینم آبجی. بده شما. زود باش. دستتو بده من علی جون. ناراحت نشو آبی چیزی نیست. بذار روش. ای خودم بخوشم. این چیز اینی جوش میخوره. این زخ خوب میشه مادر. زخ و زمون مردمه که مرهم نره. واس کن دیگه داشت ننه. بچه ننه گیر بردی تو هم. من داییت هم. یه دار دیگه. یه دار دیگه. نه نه بسته. خوبه. شال ببنده. محکم بستش که با تو هم. محکم بستش داره تیر میکشه. بدش به من بچه رو. نه تو کی هستی آبجی؟ امشب در خونه ما چیکار میکردی؟ من هیچ کسی ندارم. شوهرم زندون. داشتم در خونه ها رو میزدم که شاید یک کلفتی چیزی بخوام. من شیر دارم. تازه از بیمارستان اومدم. بچم سر زام مرد. میتونم بچتون شیر بدم. اینو بنده دوش ما. بیا مادر جان. ببین چی میگم. یه جا بهش بده. همینجا بمونه. خیلی. چون جایی رو نهره. باشه. خاطرم از اون بهش کنی تا بعدا سر و ازش سر سامون خیلی خوب خیالت راحت باشه من خودم ازت نگهداری میکنم شوهرت هم از زندون در میارم راحت باشه همینجا بمون اینجا خونه خودته اجالت نکش همینجا بمون سلام یه هم علیک بردو کن از این طرف ها علی آقالش چطوره از من میپرسی؟ خودت برو به دیدن نکنه تو هم میترسیره نه نه روم نمیشه رو نشدن نداره از همینجا که میری وارد کوچیکی شدی در قلم که رفتی دست راست در اول خب خیلی ازت متشکرم برو چی نه ببخشید، علی آقا تشریف دارن؟ بله، بفرمایید. از این طرف. آه، متشکرم. کیه؟ علی آقا رو میخوام. کجا بودی؟ کجا گم شده بودی؟ اینجا چی کار میکنی؟ تو کجا بودی؟ اینجا رو از کجا پیدا کردی؟ من مدیر کارخونه علی آقا اون کارخونه رو از پدر من خریده پس این همه مدت پس تو همه
چیزی میدونی؟ همه رو نه، میکردم دختری که این همه حرف دربارش زده میشه تو باشی. تو همین حرف رو باور میکنی؟ ای کاش باور نمیکردم. اون وقت میتونستم حالا که پیدا کردم از رفتار خانوادم نسبت به تو معذرت بخوام. باعث همه این بدبختی خانواده تو شد. اون شب که مادر خالتون تو رو منو خوار و خطیر کردن، من اونقدر ناامید شدم که خواستم خودمو بکشم. من هیچ وقت نتونستم تو رو فراموش کنم. منم خیلی سعی کردم فراموشت کنم. چرا اومدی اینجا آخه؟ چرا من اومدم احوالپرسی علی آقا؟ ای کاش هیچ وقت نمیدونم. تازه زندگیم داشت آروم و بزرگی داشت. اما من نمیدونستم تو پیش علی آقا زندگی میکنی. برو برو، تو رو خدا برو. تو همیشه تو ذهن من همون دختر پاک و معصوم بودی، نه اینی که حالا میبینی. تو به من دست نهیده که با هم باشین. چرا؟ اما حرف مرد یکیه دیگه، اما توش نره. ولی آخه اما بینم اگه این اما و ولی و آخه تو کار باشه، نمیتونی با صاحب جیر من شوهر خوبی باشی. برای که گفتی دیگه اما و ولی به درد زندگی نمیخوره. تا روزی که زنده ای باس باش باش یا پاش وایسی. به ولای علی اگه بفهم آب جیم اذیت میکنی، کاری میکنم که تو سنگ با ناخونت آب در بیاری. ببینم مای تو نمیدونستی پروانه تو خونه ما زندگی میکنه. چرا؟ میدونستم یه دختر تو خونه شما هست، تمام اهل محل میدونن، اما من نمیدونستم اون دختر پروانه. اما اون بچه، اون بچه که مردم میگن مردم بکن، اون بچه که مردم میگن مال مردمه. بینم مای تو مرد نیستی جوون. مای تو خوره نفهمی عروست بچه دار شده یا نشده. خب حالا برو خونه، به بابات و خانم والده بگو شب بیان منزل ما، کارشون دارم. برو جونم. اگه اونا بدونن شما قیم پروانه این، با جون و دل قبول میکنن. آره برو آفستر تا زودتر ترتیب کارت برم. خوخش ببخشید. بفرمایی تعارف نکنی. چشم قابلی نداره دهن تو چیده. شما درد نکنه، شما بفرمایی. علی آقا، اگه من میدونستیم شما سرپرست پروانه جون هستین، زودتر دست به کار میشدیم. نه تو یه چیزی بگو. والا نمیدونم چی بگم. ای بابا، والا نمیدونم چی بگم، کدومو قربونت برم. آدم حرفشو باز اول بزنه، چند که اول بعد کنه آخره. خواهش مندم گوش بدین، من حرفامو رک رک میگم. من تو دنیا همین یه دونه دارم، همه چیز من به اون بخشیدم. شد بعد من هر چی میمونه معقول غیر معقول مالونه. من خیلی خوشحالم که شما نسبت به سعادت عروس من اینقدر علاقمندی و میخواین خوشبخت بشه. انشالله. آره جونم، تمام مخارج عروسیشم خودم میدم. ای با اختیار دارین، ما خودمون ترتیب کارا رو میدیم. ای بابا تو عرفتی که پاره نکنی، من فقط میخوام این دختره سرفراز باشه. همین اما به ولای علی آبچی، مگه یه روزی از این در بیا تو ببینم تو چشاش عشق باشه، روزگارتون رو سیاه میکنم. چون من اونو خوب میشناسم، واقعا دختر نصیب و بی نظیریه و همینطوری که حتماس بمونه. همین ایوا اختیار دارین، این حرفا چیه میزنین؟ عروسه به این خوبی رو ما رو سرمون میذاریم علی آقا؟ بله والا نمیدونم دیگه من چی بگم، فقط میخوام اونا سعادت من باشن و زندگی خوشی داشته باشن. کمل چراغ رو میفرست. سلام علیکم. علیکم سلام. مشکلیم یه چه ترکیب محاسبات آقا جبار است بلتاف کن. دور از چونه با آقای عدالله، ما رفته بودیم تشریح جنازه حاج محمد تقی خدا بیامرز، یه خودم عطر شد. مرد؟ آره. خدا لعنت آمرزیدگارش بکنه. خب
رمزون چی گفت؟ بالاخره پولو میده یا نمیده؟ اجازه بدم ما اول این چایی رو بخوریم چون میترسیم چایی ما رو بخورم. برای شما چه پنهون؟ از خلایق خدام چه پنهون؟ کارت از الحمدلله یه خود بیخ پیدا کرد. البته زحمات چه ما کشیدیم. چه تو مگه؟ چی شده؟ هر شما به حضور بیشور آقای خودم که مشرم زوم میگه تا ما تلقینات محلی رو ترتیبات نکنیم از چند نفر سوال پرسش به جا نیاریم اگروز وامی خبری نیست، یعنی اجارتن نشیت رفت تو چی؟ درباره ما تحقیقات کنه؟ یعنی ما اینقدر بی‌اعتبار شدیم که واسه 10,000 تومان قرض نزولی باز درباره ما تحقیقات بشه؟ حسینم بیشتر بابا ای بالا ما رو که دیگه همه میدونن چه مرد حلاجی. حالا که حلاجی پس بذار وسط حلاجی کنم. باها طرف میگه آدم امکان داره که چکار کرواتی باشه ده. یعنی وقتی میره با یه کروات خوشگل میندازن گردنش رو استمدادش میکنن دست طرف. آره عجب بدشانسیه. خب حالا چاره چیه؟ من به این پول احتیاج دارم. والا به معقولات ناقص من میگه صبر کن که علی صبر مفتاح آقا فرجه. شاید تلقینات یارو خیتی رو بار آقا نکنه. مشکلیم یه ترکیه دیگه به محاسبات آقا جبار کارشو بکن. بیا بابا زهرمار کنم. متشکرم. حق پدرت گوگوری منگوری بکنه. راستی بذار یه خبر داغ سرد دست اول کونه بد بدم. داشت علی میخواد دختره رو ببنده به ناو فریدون. چی میگی؟ هیش که ندونه تو میدونی که روی مهر دلم مهر علی نقش بست. 40 سال زیر علم پنجتنم. حالا دیگه میخوام کمکم کنی زیر دست نشم. میخوام رو پام وایستم و کسی نفهمه پام سوز شده. خدایا میخوام فقط عشق علی تو دلم باشه. خودت سهممو داشته باش. میدونی که علی نوکرته. پسرم علی چه میکنی؟ کابل دینو ایمون من بلاخره موقعش رسید ها؟ خدا یا شکرت که با آرزوم رسید. نه کابل ای واسه من نیست واسه آبجیمه. دایی رو میفرستم دنباله که بیا عقدشون کنی. خاک پاتم کابل ای. خدا حافظ. خدا حافظ. به سلامت پسرم. امیدوارم خدا پشت و پناهت باشه. خدایا به اون صبر و استقامت. ما من چه کرده قلبه دنیای درده این من غمگین و خسته با پرم باری شکسته او یکی دیگه ماشین تو این گاراژ نذار. برش تا برو. کارت عروسیتم برای کس کارهای خودت خوبه. دل شوید دل خیلی تنگه زندگی با من بجنگه Yeah.
اون صبر و استقامت بده. اون بنده خوب توه، اون مرید حقه. خدایا دایی، همه این بدبختی ها واسه وجود ماست. تا من پامو کنار نکشم این دو جوانم خوشوقت نمیشم. نگاه کن، انگار یه کافر زندیق عروسی گرفته، هیچی نیومده. من میرم، تو مواظب کارا باش. ولی این درستش نیست دایی جون، نیومدم به جهنم. تو خودت این مجلس راه انداختی، خودم با آخرش باشی. نه دایی، بذار من پامو بکشم کنار. تا سایه من رو زندگی این دو تاست خوشبخت نمیشن. ما رفتیم دایی، تو موازه بکار آقا. خدایی بزرگ تو کجا میری خواهر؟ بلند کن برم ببینم چی کار میخواد بکنه. باید جلوشو بگیرم. چایی رو ببر بده اون میجه بقید جود دار. خیلی خواهر. به چایی قمت بده بده. خیلی خواهر. یه قلیون هم ببینم، اینجا علی داریم؟ کدوم علی؟ همون که میگن همه کاره محله. همه کاره بود، اما حالا دیگه نیست. اکسیونی به ما مربوط نیست. خوش کجاز کارش دارم. چی کارش داری؟ بدهی منو داده، از حس درم آورده. شنیدم از درم هم نگهداری میکنه. خواستم بپرسم چرا؟ باشی این همه خوبی ها رو در حق من میکنه. من چیز خنده داری گفتم که هر هرت رفت هوا. باز ببخشین ها. اما آخه میدونی داشتم علی روزا حرف سرا وا کرده. از همه جورشو داره، کوچیک، بزرگ، دختر بیپناهی که بچه دارش کرده، زن شوهرداری که شوهرش تو زندگی بوده. باش آرون چونم، اگه خیلی غیرتی هستی چرا نمیری خودت از یارو بپرسی؟ علی رو میگم، خونش دو تا کوچه اون طرف داره، برو سراغش. الان میرم خونش رو سرش خراب میکنم. بچه ها کارا درست شد، خوشیم بریم تماشا. امشب شب قتل علی آغاز. یای نوا این محل و این دیار کوچ میکنم. مثل کلیا. مثل کلیا. ببین مادر جون، اینجا خونه ی توه، این دیوارا، این اتاقا، این زندگی. بلم کن مادر، هیچی تو این دنیای بزرگ مال هیچکی نی. همه چی موقتی یا امونتیه. همه چی حتی اسم و رسمی که آدم یه عمر واسش زحمت کشیده، کاراشو خشت به خشت تو کوره مخش پخته که کدوم ثواب داره با کدوم حرومه. اما مردم چی میگن؟ میگن همه حرفای ما راست بود و یارو گذاشت و فرار کرد. کدوم مردم مادر؟ همون مردمی که تا دیروز تا زانو خم میشدن و جلو پام تعظیم میکردن؟ اما حالا جلو پام توف میندازن؟ نه نه، اینا هیچی نیستن. این دنیا مثل لنگ همون میمونه، هر دقیقه به کمر یکی بسته است. مادر من نمیخواستم سر تو داد بزنم و زدم. نه نه نوکرتم، فداشم. چرا مجبورم میکنی سر تو داد بزنم؟ تو که نمیدونی من دست این مردم چیا میکشم. زندگی آسوده ای ما رو همین مردم خرابش کردن. اون زحمت هایی که کشیدم، سینم رو واسه تک تکشون سپر کردم. یه عمر زحمت کشیدم که اونا راحت زندگی کنن، اینم نتیجهش. همه میگن من گردن کلفتم، اما واسه این گردن کلفت بودم که کسی نتونه به یه ضعیف زور بگه. واسه همین دلم میسوزه. واسه این که به زندگی و زنت برسی و اونو تو کوچه ها ولش نکنی. به حالو یکی رو بچه هر روز دارن شد. حیات نگاه کنیم بچه که هست یا نه. چی؟ نازی نازی.
حرام زده پدرت این بچه منه. منو با این بچه بی پول خرجی دل کردی افتادی زندون. هر جا رفتم با این بچه کار به هم ندادن، رام ندادن. تو آقا عبدالله مگه نگفتی تو با این بچه به کار که نمیرسی هیچی دست و بالت هم میبنده؟ تو حسن آقا مگه اون شب بارونی نگفتی بچه تو ببر پرورشگاه بذار و بعدش خودت بیا کار کن؟ آقا حاجی مگه تو نبودی که وقتی من کار خواستم از من توقع نامشروع داشتی؟ چرا حرف نمیزنی؟ ناچار شدم مثل سایه علی آقا رو تعقیب کنم تا وقتی که دم سقا خونه داشت دعا میکرد. بچه رو سر راهش گذاشتم و این بدنامی و رسوایی را براش به بار آوردم. روسیاشو خجالت بکش. خدایا شکر به درگاهت که حق و باطل نکردی پروردگارا. نگاه کنه بچه ها نستن که علی آقا میخواد این محل بره. خب بره کجا علی آقا؟ این خواهم برم تو ده زندگی کنم. قاطی داتی ها اونایی که قلب و زبونشون با هم یکیه، اونایی که یه آن با آدم تعظیم نمی کنن و یه آن جلو پاش توف کنن، اونایی که تو خونه های گلی زندگی می کنن اما خودش های دلشون پاک و طلاییه. حالا دیگه بریم بریم یک کلاغ چه کلاغتون رو جای دیگه بکنی. بریم پکارتون برو مشکری نوکرتم. تو یکی ورای اونایی فدایی کن. خب، بیا داشم تو هم دست زن و بچه تو بگیر و برو زندگی کن. اگرم کار خواستی، فردا برو کارخونه فریدون بهت کار میده. آره جون خدا عوضت بده علی آقا. تا عمر دارم نوکرت هم، بریم زایفه. خدا حق نگه داره تو. دست خدا به همراه تو. خب ای بابا کجایی؟ استاد دارم دنبال این کردم. غیبت حضوری داره کجا بودی آخه؟ چطور مگه؟ ای بابا مشنم از وزر شده پولو بده. پولو؟ آره دیگه رفته تلقینات محلی رو ترتیبات جاتو شده ده آزر شده پول نقدم فل مجالت بره. من چی تحقیق کردم؟ که از علی آقا. علی آقا بهش گفته حساب داشت جبار با قلبش سبک کرد، یعنی هرچی تو قلب شیل پیلت حسابش خورده شیشه نداره، یعنی درسته، یعنی خاک راسته. بله درسته علی. باید از اینجا بری. ما هممون شرم ناز کردیم تو از این محل نری.
اگه بخوای از این محل بری باید از رو جنازه من رد شی. علی تو خیلی مردی، خیلی. تو حیفی که از این محل بری. جلو صاحب خونه قسم بخور که میمونی. کرمه تو شکر. چرا انقدر سوت و کوره؟ آمچی خوش بیوستد بستر میده برد آمچی شد من جا همه یک کار درست شد معلوم شد بچه باره کیه من جا تو شد بله من خود جلیلش با برد برو اصلا نانای تو آی بسیدی بفرمی آمو موسیقی